چی شد؟ چه شوخی مسخره‌ای، نمیگه آب می‌ریزه روم خفه میشم میمیرم؟ بابا یه شوخی؟ برو بابا. خداش جونم، چند وقت با عرفان تقریبا چند ساعت شده؟ 5-6 ساعت با عرفان شوخی نکردیم. پشمام پاشو پاشو یه کاری کن. چه شوخی باش بکنیم؟ یعنی حالا یه تیر بهش بزنیم، خدا کنه بی جنبه بازی هم در نیاره. خداش، این جنبه‌بازی‌ها چیه؟ کلی مرد که. وا مرزی، چرا همرنگی من لباس پوشیدی آخه؟ عزیزم، تو به این میگه همرنگ؟ آره دیگه، جفتش صورتیه دیگه، تو نمیدونی من خوشم نمیاد؟ خب عزیزم، مشکل تو که خوشت نمیاد، تو خودت باید بدونی این صورتی اصلا با اون صورتی قابل قیاس نیست. نه، جفتش صورتیه در هر صورت. اگه اینطوری باشه منم خوشم نمیاد. شلوار من زغالیه، واسه تو هم همخانواده مال منه. برای تو چه پوسیه؟ آه خانواده هم دیگه. به سلام خوشبود، چه خبر، چطوری داداش، خوش آمدی. این هم پوشیدیم، چه خوششیب شدی داداش، قد بهت میاد، باتید خفن شدی. ساعت پیش من بهش پیام دادم سین نکرده، آنلاین شده استوری گذاشته ولی پیام منو سین نکرده، واقعا چرا؟ بابا ولش کن، بابا پسرا همشون همینا، قصه نخور، بیا اینجا. البته من هستم. درش هیچ کدوم از چکام پاس نشد. طلبکارا احتمالاً هفته بعد بیان سراغمو دیگه بذارن اجرا و ممکنه برم زندان. مادرم هم که مریض سرطان داره، خدا نصیب هیچ کس نکنه. هزینه درمانش انقدر که اصلا نمیدونم چیکار کنم. راستی گفتم زنم ولم کرد، زنم ولم کرد، دو سه هفته پیش طلاق گرفت و گفت دیگه نمیدونم با تو بسازم و اینا. بعد امروز صبح هم ماشین روشن کنم دیدم روغن ریزی داره، دیدم واشر ماشینش همه سوخته و اینا، چی اونم بعد بفروشم همونجوری لگم بره. صابخونه پیام داده بود 3 ماه کرایه‌اش عقب افتاده. ما کرایه ندید، یعنی بیه ما من فرصت داره تخلیه کنم، یا کرایه‌شو بدم یا تخلیه کنم، اینم وسیله هم چی دیگه، تو کوچه خیابونه دیگه. یه ورت درست میشه دایی جان، تنت سالم باشه. سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ سلام عزیزم، قربونت برم، تو خوبی؟ وای دیشب لباست خیلی خوب بود، من که عاشقش شدم. قربونت برم عزیزم، ناخونای تو هم خیلی خوشگل شده بود، کدوم سالن انجام داده بودی؟ ناخونامو پیش سارا درست کردم دیگه، میشناسیش که؟ آره میشناسمش. خیلی دلم به این زودی برات تنگ شده، حتما همدیگر رو ببینیم. وای دورت بگردم، منم دلم برات تنگ شده، حتما فردا میام میبینمت. مراقب خودت باش عزیزم، میبوسمت، خدافظ. قربونت، فدات شم، خدافظ. وای دختره چندش، نمیدونم چی پیش خودش فکر کرد، اصلا نمیخوام برم ببینمش، باید حتما بپیچونمش با اون لباس خزش. چرا باید دلم برات تو اینقدر زود تنگ بشه آخه؟ بسته میدم این. ای بابا، های نیما باز دونگیشو نداده. کی زد؟ او داشم عرفان. الو داش نیما، خوبی؟ به سلام بچه قول، چطوری؟ لاشخور اعظم، چه خبر داشت؟ خوبی؟ چی شده؟ آقا این دونگیتو نمیخوای بدی داداش، 3 سال و نیم پیش رفتیم شما هنوز ندادی. پرام گدا گشنه، اونو چه جوری یادت؟ تو چقدر بوده حالا؟ بله عزیزم 750 تومن. باشه داش میندازم جلو، نمیری از گشنگی. حله راستی پسر، یارو یعنی تیشرت برداشتی هم بردی، نمیخوای بیاری بدیش؟ بابا رفتیم ور اونور مخاطه زدی، وردار اونو بیار دیگه، منو لباس سرم تنم کنم به خدا. داداش حالا یه تیشرت بردم دیگه، سایزم هم که نشد دیگه، نپوشیدم تو کموده، بیا وردار ببر. پول ما خوردن نداره، لاشخور نباش انقدر، نون نکش ته زرف، زشته. داش لباس ما هم پوشیدن نداره مولا، میزنم برزنم وردار بیار دیگه، انقدر گدا بازی در نیار. خداحافظ. گوه به رود بباره داداش، بیار پول ما رو بره، شما رو کارت میفرستم برات الان. خداحافظ لاشخور. خداحافظ. بابا این عرفان چقدر پسر مشی، هر کس دیگه بود یه جور دیگه حرف زد با هم، خیلی دوستش دارم. گل پسر دونگ از این گرفتن نداره که، بهش میرسه. فداش بشم این نیما نباشه قلبم نمیزنه. وای مریم ببین امسال چیا گرفتم، خیلی خوشگلن. این تو دوه رو نگاه کن،
خیلی خوشگله، یه چیزای خیلی خوشگلی داشت ولی نتونستم همش رو بردارم، گفتم دیگه همش خیلی زیاده، بذار یه ما بگذره دوباره برم خرید کنم. این استیکارو نگاه کن رنگشو، اینا گرفتم برای جزوه های یونیکورن رو، اینو گرفتم برای یاد داشته اینو من اینو برای تو گرفته بودم. نه اینو میخوام اونم میخوام. پس برای من چی میمونه؟ بس دیگه این تراشه رو نگاه کن، کلش هم میچرخه، خیلی خوشگله. تازه اینو ببین چطوریه، از ایناست که اگه این تموم شد دوباره ادامه داره. خیلی خوبه، خیلی چیزای خوشگلی گرفتم. جدول مندلیف رو میتونی تو صفحه 56 کتابتون نگاه کنید. داداش خودکار داری؟ رسیدیم؟ آره، استاد میخواد جزوه بنویسه، خودکار نیاوردم داداش. بیا بنویس. تعدادی از این عناصر در آزمایشگاه تمام شده، دارم شما چرا؟ داداش این نمینویسه. میتونم از آب پرتقالت بخورم؟ نه عزیزم، دهنی میشه. ای دارم. نه کلا خوشم نمیاد. دوست ندارم. نه دیگه دوست ندارم، خوشم نمیاد. با مشکل داری؟ مرزی یه چیز گرفتم خیلی نابر، روسیه برام آوردن. چی برات آوردن؟ دیگه همه چی هم برات گرفتم، آب پرتقال، آب آلبالو، شیرموز، چیپس، اسمارتیز، همه چی برات گرفتم. چه مزه چیدم. تو به اینا میگی همه چی؟ عزیزم بلوبریش کجاست؟ پنیر دودیش کجاست؟ درگن فروتش کجاست؟ هیچی نگرفتی. بعد میگی همه چی، حداقل مهمون دعوت میکنی یه میز خوب بچین. ای بابا تو اینقدر کم خرید کردم، شرمنده شدم جلو مهمونم. به به، داشتیم ما چه سفره برامون چیدی آقا. من واقعا راضی به این همه زحمت نبودم، داشت خیلی وقت خود با هم نخورده بودیم. یه هفتش پک بزنیم، یه ذره گرم شیم. فقط داشت مزه گرفتی یه چیزی؟ آره داداش، مزه هم گرفتم، سفره میخوری بچنم برات. خیال داداش نونم از اشغاله دیگه. داداش هم نون گرفتی هم خیارشو؟ داداش گفتم داری داشرفان داره میاد. داداش یکیشو میذاشتی هم نون هم خیارشو. داداش چقدر مزه، چقدر داداش کلاً یه کنیم نیست اینقدر مزه داداش. خیارشو هم نون دیگه من نمیدونم مزه هست زیاد از حدم هست واقعا. نادر کم داداش. دون دونگی داداش. داداش یه حالت هزینه شده دیگه، هم خیارشو گفتم بکشه. داداش خب یکیشو میگرفتی دیگه. آره حالا من زیاد گرفتم. نوشیدنی من گرفتم یه دونه. بابات آب علی آقا تراب چیز داشت، یه دونه تاریخ مصرف گذاشته بود، بزخری کردم زدم سر مال کردم پاچاش تا دستش گرفتم بزنیم اش کنیم. هلونگشو نمیدم آقا. داداش منم دونگ اونو نمیدم. نترسی از چیزی، کسی ک**ت نذاره، نخوام مال تو بدزدن، نخوام خفت کنن، نخوام ببرنت اونجا سینچین بکنن. اوه بالله ک**ننت مادر قبه گاتو بخور، همونجا هفتی رو تو در بیاری تخ خفه برندیشون مادر رو به گلوله. خب این چه حسیه، این چه حسیه آقا مسئله به این حس یه فرمانده است. حس من، حس من، حس من.
خب مریم ببین همه چی برداشتی. یه بار میگم لوازم آرایش برداشتم، شارژر برداشتم، کارتا برداشتم، کارت ملی، پاسپورت، شناسنامه منم برداشتم. اگه اونجا یه هوا بارونی بشه لباس برداشتین؟ آره اونم برداشتم. اگه گرم باشه چی برداشتم؟ یکو یه درصد مثلا یه بارون خیلی شدید بیاد نیم بوت اینا همه چی برداشتین؟ برداشتم. صندل یهو دیدی مثلا هوا خوب شد واسه بریم ساحل، اونجا مهمونی دعوت شدی لباس مهمونی هم برداشتم. ولی دارم یه چیزی فکر میکنم، به نظر چمدون یکم کوچیک نیست؟ چرا فکر کنم تو چمدون دیگه با برداری مثلا. آره نظرم، چون الان کیفام من هر رنگ کیفو بعد با هر لباس ست کنم، اینطوری چمدون خیلی کوچیکه. باش بس باشه بار بردار. باش افان وسیله مسیله همه چی برداشتی؟ آره شورت برداشتم دیگه، تو دیگه ور نداره دیگه. نه اوکی بعد تو دیگه اوکی دیگه دیگه هم انزه من هم خود حاجی یک کنیم کم نی؟ کمامت سر را میگیریم دیگه. سر را مطمئن؟ آره بابا مطمئن مطمئن. حاجی فقط من مسواک ور نداشتم. اون چیه؟ همونو برداشت بشه بباره میزن چی برای کفش هست؟ ابنه همین نمیبریم. آره بابا میبریم تمیزش بکنیم. بجی بت بریم آقا بجی بت بریم. سلام دخترم خوبی؟ میشه 5 تومن برام بزنی؟ هفته آخر هفته برم شما رو بچه‌ها. 5 میلیون من 10 تومن میذارم یه چیزی هم تا جیبت بمونه. مرسی بابا جون. برو فدات شم، بازم خواستی حتما زنگ بزن. عصر بخیر ایرانی. اختلاس 70 میلیارد دلار شو به تمام هموطنان خودم تبریک میگم. این مبلغ اختلاس رکورد جدیدی در سطح بین‌المللی که باید به ثبت برسد. مسئولین مربوطه راهکار جدید و نوینی را برای مبارزه با اختلاس و اختلاسگران کشف کردند که چیزی نیست جز گران کردن بلیط هواپیمای کانادا تا اختلاسگران نتوانند به این راحتی به کانادا سفر کنند. اما از این اخبار حاشیه‌ای می‌گذریم به اخبار خیلی مهم. یک دانشمند بسیجی موفق به کش و رونمایی از 45 نوع واکسن کرونا بعدی روژتو میده منم بزنم امشب؟ عزیزم بسته داشته چیزو خیلی شخصیه، بعد اصلا ممکنه پوست من و پوستتو با همیده سازگاری نداشته باشه و تازه هم خریدم. باش بابا این بی جنبه هم که مرد. آره دیگه جنبه نره، صد دفعه گفتم با این شوخی نکن. حاجی این که مرده یکی باید گردن بگیره داداش، من مادرم مریضه به خدا نمیتونم برم زندان، شاید بعدم برم. بابا این چه حرفیه میزه داداش، من گردن میگیرم. باش به مولا عشق منی. باش همین داداش منی. بخواب بابا بی جنبه. اولاغ در بزن بیا تو دوباره دیگه، الان من داشتم میگفتم اولاغ سیگو کک تو به خیلی سعی کردم نپاشه بیرون بگم بسه اوکی به اونو اگه خفه شده دقیقه صداشون میاد. آره میاد هاش یکم ساکت تر درسته چیه خندیدی هستم بسنه همشون همینه باشی دنبال فرصت بودیم برنیم اینا میشه همسه پیشم بمون. بابا این بی جنبه هم که مرد. چقدر آسی بود. خیلی بد میمیره هایی تو مرگش هم خوب نیست. آشو آه نه پاشا باید شمیر رو نشیدم یه باید آه شمیر رو گفتیم آقا عرضی یه چی گرفتم؟ دست خب متاسرشی خب باید بزن بخور نه نه بخور بزن خب زدن